بابک کریمی، بازیگر، تدوینگر و فیلمبردار ایرانی، در یکی از کارهای اخیرش با سوفیا لورن، بازیگر پرآوازه ایتالیایی هم بازی شده. در فیلمی به نام زندگی در پیش رو ساخته ادواردو پونتی که اقتباسی از رمانی به همین نام از رمانگاری نویسنده فرانسوی. بابک کریمی برای اولین بار در کودکی در فیلم درشکچی ساخته پدرش نصرت کریمی بازی کرد. اما حضور بعدی اون در سینمای ایران 40 سال بعد بود، در فیلم جدایی نادر از سیمین که در نقش بازپرس دادگاه ظاهر شد. اون در سالهای اخیر در فیلمهای دیگه ای از کارگردانان ایرانی هم ظاهر شده. بابک کریمی که در ایتالیا بزرگ شده و سینما خونده، در سینمای این کشور هم سالهاست که کار میکنه. آقای کریمی امروز از روم مهمان منه. آقای کریمی، در فیلم زندگی در پیش رو شما نقش مغازه‌دار مسلمانی رو بازی میکنید که به شخصیت زن فیلم با بازی سوفیا لورن کمک میکنه. درباره همبازی بودن با سوفیا لورن برامون بگید. ببینید، فکر کنم که تو زندگی هممون یک لحظه هست که زندگی به ما یه هدیه میده که اصلا انتظارشو نداریم، و این همکاری با سوفیا لورن دقیقاً یه همچین چیزی بود. من اول ما که فیلم نامه رو خوندم نمیدونستم که سوفیا لورن توی فیلم هست. ایجنتم زنگ زد گفت ببین یه فیلم اینجوری اینجوری و یه نقش شرقیه. من چون توی ایتالیا چندین سال برای قبل از اینکه حتی برگردم ایران، من اینجا بازی میکردم، خب اغلب نقشای شرقی به من پیشنهاد میشد. برای شروع برای من خیلی خوب بود، از پنجه نرم میکردم و اینا، ولی از یه جا دیگه حس کردم یه کلیشه ای داره میشه. این فیلمم که اومد، خب من خوندم گفتم بابا اینم که باز نقش شرقی و فلان و این چیزاست. که گفت ببین نقش مقابلت اون خانه سوفیا لورنه. دیگه فکر کنم بهتره که چیز دیگه نگه. گفتم خب اگه سوفیا لورنه که با کمال میل. می فاتت گره به تر سی دا کیاپاو مناجا تیه Tocca a te. Scusa. Non ti ho sentito. Scusa. Scusa, madame? Che ne so io di come ti chiami? I ragazzi mi hanno sempre chiamato madame Rosa. چیز جالب این بود که این آدمی که یک دورانی دنیا رو جلوش زانو میزد و میتونست هر چی که بخواد درخواست بکنه، هر ادعاتفاری بخواد داشته باشه و اینا، آدم بسیار سربزیر، بسیار سربزیر، حتی یه جای خجالتی و خیلی مادر. یعنی من دیدم کارگردان فیلم پسرش بود و یک رابطه خیلی غریبی داشته. یعنی با وجودی که در دوران شکوفاییش یکی از بزرگترینای دنیا بود، خیلی خانواده دار بود. خلاصه خیلی 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 اینش خیلی برام جالب بود و دیدم. Tra io giù mi sento al sicuro. E perché? È così. شما قبل از اینکه وارد سینمای ایران بشید در سینمای ایتالیا فعالیت میکردید. درباره کار در سینمای ایتالیا بگید. من فیلم برداری خوندم و در طول کار با تدوین رو کشف کردم و خیلی خوشم اومد، عاشق تدوین شدم. 25 سال کار تدوین میکردم. بازیگری رو دیگران از من میخواستم، من هیچ وقت دنبال بازیگری نرفتم، تا اینکه بعد فیلم جدایی رو بازی کردم که اونو میتونم بگم یه جورایی اون تجربه دوران تمرینات و اینا حکم یک ورکشاپی داشت که من از طریق کاری که با آقای فرهادی انجام دادیم یه جوری منو واقف کرد به تواناییم. خب بذارم پنجره رو باز کنیم. دست آجابا، ایشون مرد محترمیه. من یه سال برای تدریس دخترشون میرم منزلشون. واقعا اهل این حرفا نیست. اصلا چرا این خانم نباید به من بگه مسئله بارداری؟ چرا پنهان میکنه وقتی اومده میشه من کار کنه؟ من اگه میدونستم اصلا ایشون باردار رو قبول نمیکردم. چرا وقتی میدونی این خانم از شوهرش اجازه نگرفته اومده خونه شما برای کار قبولش کنه؟ خیلی خوب. شما تشریف ببرید. خیلی ممنون. شما کار در سینمای غرب و ایران رو هر دو تجربه کردید. اگر بخوایم مقایسه کنید، تفاوت و شباهت‌های کار تو این دو دنیا چیه؟ تفاوتش خارج از صحنه است. سر صحنه همونه. روند همون. ها
حالا یه فیلمایی مثلا کوچیک‌تره، یه فیلم بزرگتره فلان اینا، لو واجت و یا این چیزا، ولی سیستم کاری یکی. اون چیزی که بیرون از فیلمه، اون آب و هوا و اون حس و حالیه که دور فیلم میگرده. توی ایران ما خیلی بیشتر دلی هستیم، در غرب خیلی بیشتر منطقی و علمی هستیم. ولی اگر اهل ماجراجویی باشی و اینکه اون گرمای گروه رو بیشتر ارجحیت بدی تا حالا یه روند کاری خیلی حرفه‌ای و سرد و کارخونه‌ای، چون این هم هست برای تو غرب، یه خورده کارخونه‌ایه دیگه. یعنی صبح که میرسن سریع میری گیریم، سریع میری لباس و کلی دستورم با بیسیم چیز میکنن که کجاست گیریمش تموم شد، علی خب بریم لباس حاضر بریم اونجا رو، خب سر صحنه حاضر باشیم، بازیگرا دارن میان، یک دقیقه رو چیز نمیکنن، هدر نمیدن ها. ولی تو سینمای ایران 8 صبح همه اونجایی میام گیریم میشیم میشینیم، دارم سیگار میکشیم و میگیم و از روز قبل حرف میزنیم و اینور اونور تا ساعت 10 حالا چای میارن و خوده. این چیزاش خیلی جالبه، ولی اینم جزء فیلمه، یه گرمایی ایجاد میکنه که من آخر سر اینو بیشتر ترجیح میدم. شما بر چه اساسی بازی توی یه فیلم رو قبول میکنید؟ ببینید، من موقعی که فیلم جدایی و ترکوند و دیگه من فهمیدم که حالا زندگی من قرار عوض بشه، برای خودم سه تا قاعده گذاشتم. یک نقشی رو که یه بار بازی میکنم دیگه تکرار نکنم، چون خیلی ساده است که یهو دنبال قاضی میگردم، وکیل میگردم، نمیدونم بریم آقای کریمی رو صدا بکنیم، این خیلی طبیعیه. اینی که من یه نقش و پروندش رو بستم دیگه میذارم کنار. دو، این که چهره نشم، از این لحاظ که من بعد از 40 سال برگشته بودم ایران و به عنوان شهروند میخواستم زندگی کنم. من قبلا هم میومدم فقط فامیل رو ببینم و اینا، همش تو خانواده بودیم دیگه، ولی میخواستم دوباره شهروند این مملکت بشم و دائم مثلا تو اتوبوس بودم، مترو، تو بازار، پیاده روی خیلی میکردم، اینا همش نگاه میکردم و میخواستم. تا قبل از فیلم جدایی من خیلی لذت میبردم از این جستجویی که من میکردم. حالا این فیلم در اومده، نمیخواستم طوری بشه که من هر جا میرم دیگران به من نگاه بکنن. سومیشم این بود که با بچهای جوان کار بکنم، برای اینکه جوونا ریسک پذیرن، برای اینکه انقلابی ان یه جورایی، شرایط اجتماعیشون و اون فاز رشدی که توش قرار دارن ایجاب میکنه این کار بکنه. پس من سعی میکنم اول از همه خودم لذت ببرم از کاری که میکنم، خودم یه حس ماجراجویانه توی من ایجاد بشه که بریم ببینیم چی میشه. مثل مثلا ماهی و گربه. ماهی و گربه یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای من. چمنگل جا داریم؟ میخواییم بریم اونجا؟ بله، یعنی نه، میخواییم ویلا بگیریم. بچه تو با هم؟ با قرزم ازا چی کار میکنی؟ میریم رستوران. کجا رستوران؟ اینجا؟ چشم، میام همینجا. از این برای بسته است، باید برگردی نقب سر همون دورایی که رد کردی، میبیشین دست راست یه 20 کیلومتر میریم، یه تابلو بزرگ نشته چمنگا، یه جاده پیچا پیش میره بالا، آدرسش هم که اینجاست. بله میبینم سر منتظر دیم. چشم، مرسی. شما غیر از بازیگری به عنوان تدوینگر و فیلمبردارم کار میکنید و تو سینمای مستندم فعالید. این چند وجهی بودن شما در سینما چطور امکان پذیر شده؟ ببینید، این فکر کنم یه خود ارثی پدرمه، چون پدرم از تئاتر میاد، بعد سینما خوند، تخصص انیمیشن داشت، مجسمه سازی کرد، مینوشت، بازی میکرد، کارگردانی میکرد، دوبلور بود، خیلی کار میکرد و من میدیدم که فرق هنر و شغل چیه. اینا شغل‌های مختلفن، ابزار مختلفن، مثل آچار فرانسه، پیچ‌گوشتی، نمی‌دونم چکش، اینا ابزارن. بعد آخر سر تو آدمی که به هر حال یه سلیقه داری، یه حس و حالی داری، یه ظرافتی داری تو کارت،
اونه، اونو داری. من تو پدرم دیدم که موقع هنرمندی خلاقی اصلا مهم نیست داری چی کار میکنی، اون بستگی به شرایط و امکانات و اینا داره، چه جوری اون کارو میکنیه که بخش توه، میدونی؟ اصلا مهم نیست شغل چیه، شغل شغله.